سلام. چی شد رضایت داد؟ یکی بدهی تو بهش داد. من بدهکار نبودم، مجید بدهکار بود. کی بدهی مجید رو داد؟ یه بند خدا. اسم نداره این بند خدا؟ خواسته ناشناس بمونه، خدا خیرش بده. چه نیتی بدهی من داده؟ برای رضای خدا. آدم واسه چی ثواب میکنه؟ رضایت صمدی رو گرفته؟ به خدا نمیدونم. چجوری از حال و روز من خبر داشته این بنده خدا ها؟ سوالایی میکنین رضا ها؟ حالت خوبه؟ آدمای اهل خدا و پیغمبر وقتی خوبی میکنن داد نمیزنن. به من که چیزی نگفت، تو برو پیشش، شاید به تو گفتش. به من گفت اصرار نکن، قسم خورده نکن. این اومدی؟ نه. از بابام چه خبر؟ خوبه، اونم بد نیست، همون جوریه دیگه. شنگرلی هم میبردیش؟ خونه مامان امینه هست، حالا میبینیش. سی مجید و بیامه چیز چه خبر؟ آفتابی نشده؟ نه. تشکر میکنم آقای علامی از بانک ملی از اعلام جوایز جنجالی برای دوره پیشی آقای سیفور هرچند بانک ها من شرمنده داداشون سیگارتو خاموش میکنیم. عذیت میشید ها؟ حال میکنیم. و خبری از روی دیگر ما دربستی گرفتیم، قوقم میده. شما فقط به دربستی احترام میذاری؟ آره؟ بلکن آقا ما همین بغلا پیاده میشیم. پوله اون یه نفسی گارتون کم کن. تو این بیمارستانی چی کار داری تو؟ میخواستم محل کار رو بهت نشون بدم. نه کار میکنی؟ آره. از کی؟ دو ماه بعد زندونت. چرا به من نگفتی؟ خواستم سورپریزت کنم. شوخی نکن، میگم چرا من نگفتی؟ حالا دارم میگم، اون موقع میگفتم خواستی چی کار کنی؟ فرقی دارم اگه چی دیگه؟ از تو رو گفتی با ننه دارن کمکت میکنن، هواتو دارن. بابا ننه یعنی چی؟ رفت زنیش اینجوری حرف میزنی؟ خودم نخواستم زیر چرت پدر مادرم باشم. وقتی میتونم برم سر کارش دستم جلو اونو دراز کنم. باید به من میگفتی. از دستتم الان من ناراحتم. خب ترسیدم دعوام کنی. ترسیدی؟
ناکن دست هم داره میلرزه. لوس نخواستم صدقه خوری کنم، بد کردم. نه به چه ناراحتی؟ ناراحتیم از خجالته. چرا خجالت؟ به چی کار کردم؟ تو باید افتخارم کنی همچین زنی داری. ای کار میکنی تو این بیمارستان؟ کارم زیاد سخت نیست. نه بیش خیش کار میکنی؟ خب من ریاست بیمارستان به عهده دارم. آه جدی میگم، چی کار میکنی؟ پرستارم. بخش خانوما دیگه؟ آره دیگه، یه وقتایی هم این بخش کودکان. جام خوبه، خیالت راحت باشه. جبران میکنم. که؟ یه هفته ای که میاد نه، هفته ای که گذشت. رسیدیم، همینجا. یاد گرفتی؟ نه، کجا میشه اینجا؟ اینجا منطقه تهران هاست، این هم خیابون جشنواره است. جشنواره؟ دوره با سرد. آن دور نیست؟ خوشمسیره. با یه ماشین میرم تا مترو، از مترو هم یه مسیره. آها کیه میای؟ کیه میری؟ هر روز میرم، یه هفته شیفت شبم، یه هفته شیفت صبح. نمیخوای بیای تو؟ نه نه، برو به کارت برس. باشه، فقط داری میری خونه سارا، دنبال امیرعلی هم برو، خونه مامانه. آه تفلکی بچه هم خیلی دلتنگش شده. باش کاری نداری؟ نه بیا کنار، بپن. باشه نه میرم حتما. من غروب میام دیگه. باش خدافز. خدافز. سلام محترم خانم. رضا. رضا؟ کدوم رضا؟ داوادتون. ای بابا رضا شمایی؟ بله. یه تو بابا تو برای همیشه همیشه پیش ما بمونم. قربونت برم، برای همیشه همیشه پیش ما بمونم. دیگه آدم نکشم. حرفم نزن دیگه آقا، بودتک بزن کلت رو میرم دهن. خب؟ ای گفت که من کیا؟ تو؟ آقا مسعودی بچه همسایه آقا؟ من امیرعلی هم. امیرعلی که؟ پسره. دستتون درد نکنه محترم خانم. مردم داماد دارن، منم داماد دارم. کجا آقا رضا؟ تشریف داشتین؟ من دلم پره، میخوام اینقدر بگم که خالی شه. دل من از شما پرتره هاش خانم. بلند شو بابا دیگه، پاشو. طاقت شنیدن دو کلمه حرف حسابو نداری ها؟ حرف اگه حساب باشه تا صبح میشنم گوش میدم. طاقت نیش و کنایه رو ندارم. چیه؟ دل نازک شدی؟ دلی برام نمونده محترم خانم. اگه زمانت نمی کردی زندان نمی رفتی، دختر منم به این روز نمی افتاد که برای خرج شکمش و اجاره خونه شوهرش بره سر. زمانت کردم، دزدی و قاچاق که نکردم، خواستم دسته بدبختر از خودمون بگیرم، بد کردم؟ آخه یکی زامن یکی دیگه میشه که پولش از پارو بالا بره، نه توی آسپاس. بابا آسپاس یعنی چی؟ آسپاس یعنی من. چرا به من آسپاس دختر دادی ها؟ برای چی دختر دادی؟ اشتباه کردم، حریف لیلا نشدم. کفشت رو بوش بابا جون. این آقا کفشت اینجاست، خور بینه کرم. بخشی محترم خانم، بی خودی صدا هم بردم بالا. گیر به ما نده دیگه، درستش میکنم، تازه از زندان اومدم بیرون، جبران میکنم. کی؟ یه ساعت دیگه خوبه؟ داری مسخره میکنی آقا رضا؟ غلط بکنم مسخره چی محترم خانم؟ آخه شما داری یه جوری به من میگی که گفتم حتما باید تا یه نیم ساعت یه ساعت دیگه جبران کنم. من تازه از زندان اومدم بیرون، شما هم جلو بچه ای به من گیر میدی. چراغی که به خونه رواز، به مسجد حرومه.
شما نگران زندگی خودت باش. خدای مردمم بزرگه. عاقل باش آقا رضا. هستم. خاک پاتین بی خیال باشو. خود. دخترم به پات سوخت. روزی که اومدم خواستگاری گفتم دستم خالیه، گفتم کارگر ساده کارخونم، گفتم پول و ماشین و خونه ندارم، نگفتم؟ چرا؟ خدا امواتتو بیامرزه، پس راضی بودی به این وصلت؟ منم قول دادم واسه بچه هام زن و بچه هم کم نذارم، ابوالفضلی هم کم نذاشتم، دیگه بیشتر از اینم در توانم نیست، به والله نیست، به محمد نیست، به علی نیست. قسم نخور بابا. چی میگی تو همه؟ هر کی حرف میزنه میای وسط حرفش. بابا من که معلمم گفت. باشه قول میدارم، پوشیدی کفشتو پاشو. پاشو پدرچم، بگی کوله پوشیدی. من توقع زیادی ندارم. بذار بچت بزرگ شه، اون وقت حرفای منو میفهمی. میشه برمونتون 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 بابا بابا بیا پول میدی برم بستنی بخرم؟ چیه چرا میترسی بابا؟ چرا دعوا میکنه؟ نه بابا ماما اگه از یادم غریب پول بگیری دعوت کنه، از من چه اشکال نداره که. بیا بابا یه پونسایی میدی؟ بیا پس برام مامان و بابا بزرگم بخریم برو تو کن نمیخواد باشه برو تو یعنی تو نمیدونی کی بدهی تو داده؟ مجید بده کار بود نه من. وقتی پای چک کسی رو امضا میکنی و ضامنش میشی پای تو هم گیره، یعنی اگه طرف تو زرد از آب در اومد تو بده کار میشی. کی بدهی مداد؟ یه زن. چند تا زن داری؟ چی میگی تو؟ به خانومت نگفتم که یه وقت یقتو نگیره، گفتم شاید اگه بفهمی که یه زن بدهی تو داده حساس بشه و شعر بپا کنه. زنه چیزی نگفت؟ چی بود؟ فقط گفت یه نظری دارم باید ادا کنم. همین آقا رضا، تو این دور زمونه به نور چشمتم اعتماد نکن، زامن هیچ کس نشو راحت. سلام آقا رضا. سلام. به سلامتی اومدیم بیرون؟ هنوز گم و گوره ای مجید؟ زنگی، نامه ای، چیزی؟ هیچ. یا تفرو خانم بهش گفتم با پول قرضی اتوبوس نگیر؟ من نمیخواستم ضمانتشو بکنم چون اون صمدی حرم خورو میشناختم، میدونستم دولپنه بهش میندازه. تقصیر شما شد دیگه. یادت چادر سرت کردی اومد در خونه ما وایسادی به التماس؟ گفت اگه رو اتوبوس کار کنه زندگیمون زیر و رو میشه. چه میدونستم میخواد پولو برداره بذاره بره. کاش قلم پام میشکست نمیومدم التماس. شرمندم آقا رضا. شرمندگیت آبی واسه من گرم نمیشه. شرمندگیت آبروی رفتنه منو برنمیگردونه. جواب سلام در همسایه واسه من نمیشه.
من که نمیتونم جلوی همه رو بگیرم، قسم خدا پیغمبر بخورم بگم من زامن بودم، نه دوز نه قاچاقچی. خبری شد ازش خبرم کن. میگن رفته ترکیه. خدا که فقط تو آسمون ایران نیست، میزنه به کمرش. اینجوری نگو آقا رضا. مجید زیر پای هر کی خالی کنه، زیر پای شما رو خالی نمیکنه. یه زیر پا خالی کردن چجوریه؟ من مجید خوب میشناسم، عین کف دستم. ما که رفیقی یکش بودیم نشناختیمش. شما هم زیاد مطمئن نباش، اینجوریه نیست. هرچی باشه من زنشم. ببخشید، زنیت فقط پای تشت نشستن و کنه بچه شستن نیست. زن باید مثل آقا وایسه بالا سر شوهرش. شما اگه مجیدو مثل کف دستت میشناختی الان میدونستی کجاست. لالی بابا پاشو نامتو بخور. بابا جون پاشو، پاشو پسرم پاشو. ولش کن بذار بخوابه، سر شب یه چیز خوردش. میری فرخونده رو هم صدا کنی؟ فرخونده بیا شام بخواب. کجا میری با؟ برم فرخونده رو صدا کنم. شام سرد. سرد نمیشه، شما بشین غذا تو بخور میاد فرخونده. بشین. میاد. این هاشون فرخونده هست، نگاش کن. اینه فرخونده. آره دیگه بابا، همونه فرخونده. تا فرخونده نیاد من شام نمیخورم. یه بار جم اینم ماما فرخونده خانم، شامتو بخورم. سلام. خوش اومدین. چشم لیلا جون روشن. ببخشید یه خورده زلشگلو درست کرده بودم، قابل شما رو نداره، گفتم شما هم بخوری. خیلی ممنون، ما خودمون سفرمون پهنه، شما بفرمایید در خدمت باشین. بپرتون نداره، از شما درد نکنم. والا میخواییم برای عباسمون زن بگیریم. به سلامتی، چقدر خوب. سلام پروانه خانم. سلام، حال شما؟ چرا تو خود زحمت کشیدی؟ دیدم گوشت تو ساختمون پیچیده، گفتم شما هم یه خورده بخورید. شرمنده کردیم باز. اینو ببر تو، من الان میام. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، قابل شما رو نداره. این حرفا چیه که میزنی؟ به سلامتی پس داریم واسه عباس آقا زن میگیری. الهی ننش بگرده، دستش خالیه، چشمش به این خونه است. برای کی میخوای خونه رو؟ اگه خدا بخواد برای تولد آقا امام رضا میخوایم، عقد و عروسی شه اون موقع. تولد امام رضا کی میشه؟ آخرای برج بعد. بله باشه، من فردا میرم به یه چند تا بنگاهی میسپارم، انشالله که درست میشه. تو رو خدا شرمنده، منو ببخشید. ما شرمنده و چی؟ طلبکار که نیستیم. میدونم دستتون تنگه، بذار دیگه چی کار کنن دیگه، روم سیاه. واسه میرم ظرف غذا تو. زحمت نکشین، بعد از لیلا جون میگیرم. خدا حافظتون.
چیه لیلا؟ چیکار میکنی؟ دارم دکمه قراص میکنم. یعنی چی؟ یعنی که بسته بندیشون میکنم. یعنی همه دکمه برای چی؟ برای صاحب کارمه، براش کار میکنم. اینا رو بسته بندی میکنم، میدم بهش، یه پولی ازش میگیرم. یه نمیخواد این کار رو بکنی، همون پرستاری که میری بسته دیگه. تو دعا کن دستم جو بنچه، همون بیمارستانش هم دیگه نمیذارم بری. حالا که اومدم بیرون بیشتر دلم میخواد بالا سر خونه زندگیمون باشی. ناراحت شدی؟ برو بخواب. خوابم نمیبره بابا، از سر شب تالای این پلوم پلوم میشم، کلافه هم اصلا فکر و خیال نمیذاره. به چی فکر میکنی؟ بی‌معرفتی این مجید نامرد به تو که تو زندگیت با من یه روز خوش ندیدی. آینده این طفلی امیرعلی، فراموشی بابا، بیکاری خودم، این چیزا فکر میکنم. همینو واسه این که دیگه خوابت نبره. پس خدا کجای کاره؟ که قربونش برم گیر داده به اون ول کنم نیست. همیشه میگفتی خدا هر کی رو دوست داره بیشتر درگیرش میکنه. یه مدت نمیبینه منو. مگه میشه؟ حالا روزمو ببین، میفهمی میشه یا نمیشه. تو به خاطر ضمانتت بعد 5 سال تو زندون میموندی، یه خیر پیدا شد و 4 سال از زندگی جلو انداختت. یعنی که خدا میبیندت. همین یه سالی که افتادم اون تو، 7 سال از زندگی هم افتادم. خدا سرمونو شکونده و تو دامنمون گردو ریخته. دمش گرم. چی میگی؟ کافر شدی؟ همینجوری پیش بره میشم. استغفرالله. صدای از اونه؟ التماسا؟ زبون نداره برای خود دعا کنی؟ زبون دام لال شده. بترش رضا. از چی؟ از اینکه دیگه جدی نبیندت. چی؟ همون بالایی که باش قهری. میخوای فردا باشی بری کارخونه؟ شاید دوباره مشغولت کنن. بعید میدونم. حالا تو برو، ضرر که نداره. رفتی پیش صمدی؟ آره، یه
زنه به دهیمو داده. یه زنه؟ میشناسیش؟ اگه میشناختمش که بهت میگفتم. آدم های اهل خدا پیغمبر وقتی خوبی میکنن که داد نمیزنن. دو پهلو حرف میزنی؟ خودت این حرف رو زدی؟ زدی؟ آره، ولی بی منظور زدم. لیلا مشکوک رفتی؟ من به شک ندارم. اون زنه چی؟ یه بشی من یه چیزایی بهت بگم. بشین. بشین. بگو. راست میگن ماه پشت شب نمیمونه. کاری کردی؟ غلط زیادی کردم. پامو کج گذاشتم. چی کار کردی رضا؟ لیلا چشوری بگم آخه؟ زنگ گرفتم. چند وقت؟ 15-16 سالی پیش. زهر مار. خواستم اذیتت کنم دلم نیومد. واسه دلت نیومد اذیت کنی. واسه اذیت کنی چی کار میکردی؟ ولی باور کردی یا؟ نه خیرم، میدونستم از این عرضه ها نداریم. داشتی سکته میکردی. همچین گفتی چند وقته جیگرم برات کباب شد. ببخش. اصلا خوشم نیمه. شوخیشم عشن نیست. لیلا آس میگه دایی مادر رو میگیره ها. چطور مگه؟ مام فرخونه ایمه هر موقع دعا میکرد گفت خدایا یه دختر خوب بذار سر روی این بچه. خوشحالم که دعای مادرت مستجاب شد. کاش دعای مادر منم مستجاب میشد. اهه برو بیرون بیتربیت. تعمل کن قربونت برم. مجبوری تا بیخش بخوابی؟ تو میبینی دستشوی داری زود پاشو دیگه. تعمل کن بابا. بیا بودو تو جونه برگ. بودو چش چش. بابا کجا میری؟ سلام علیکم. میرم آشپزخونه صابونه بخورم.
باشه میریم. فرخنده رفت نون بگیره. آره رفته نون بگیره. خوشگی سنگک کجا میری بابا جون؟ آشپزخونه اونور قربونت برم. بعد میری بیرون. اینجا. خب قبلش ببرمت تموم اصلاح کنیم تر و تمیز با هم بشینیم صبحونه بخوریم ها. صبحونه نمیخورم. فرخنده بیاد با اون صبحونه. باشه مامانم میاد. با هم صبحونه میخوریم. اومدم بابا اومدم. باشه برو. بابا ماهی بابا بزرگو زدی ماهی منم میزنی؟ آره قربونت برم آره عزیزم قربونت دارم با بزرگ که همینطوری کچل هست دارم این دور موهاشو درست سرته یکم سیبیلا جم بزنیم اه برو بابا اینقدر حواست منو پرد نکن میام بیرون لغت کشت میکنم امیرعلی جونه ور لغت کشم میکنی یعنی چی حالا میام بهت میگم یعنی چی خوب شد دیگه دست در نکنه پرویز جان بایی قربونت برم که همه رو قرائتی میگی پرویز جان کی آخه عزیزم یعنی میشه یه بار دیگه اسم خودم رو صدا کنی همه ما رو یادت بیاد من و لیلا رو این امیرعلی رو مجبور نباشیم دیگه در رو رتقف کنیم بری باز خودت بگردی سر کوچه و این پیره مرده بری نون بگیری، بری زیارت بری سر قبر مامان سر خاک فرخنده چیکار کنی؟ فکر کردم ببینم میتونم یکم پولمون لازمه رو اونور جور کنم یه ماشین بردارم. من یه 300 400 تومان دارم بهت میدم. کاری دار میفته. هر وقت داشتی بده. از این بابت تو دمت گرم. فقط ببین من این ماشین رو پیدا کردم تو میتونی یه حالی به من بدی این چکاشو واسم بنویسی. یکی بالا میفته. اشکال نداره چاره‌ای ندارم دیگه. خب از این من بچه‌ها چطورن؟ همه خوبن. مزاحمت نشم خسته جون. ممنونم. تشکر. ببین فقط این ماشینا رو گرفتم میام زنه گیم چکاشو یادت نره. حتما قربونت برم. ببخشید. آه خسته نباشید. ببخشید. بله بفهم اینجوری که شما رفتین تو فکر که خب هر کسی میتونه بیاد بره که خب بیاد بره تو بانک مرکزی که نیست چیزی همجا نداریم ببرم هرچی نگهبان گذاشتن اینجا نگهبان حد من لازم بوده بس نگهبان لازمه بس روش فکر کرد کلن درگیر یا نه؟ همه درگیرن ما مثل همه امرتون من با خانم زاهدی کار داشتم شو کارش چیه دکترم؟ نه همکارای پرستاری هم زنمه آه خانم تون هستم بله ببخشید امروز من یه خورده به هم ریختم از این پلا میری بالا ایست که پرستاری چون میپرسی راه نمایید Thank you.
کوری آب ببخشید این پرایده چند قیمته؟ 53 مدل چنده؟ آخر 83 گازسوزه؟ آره گازسوز هم هست. 1000 تن بنزین داره. کارسوختش پره پره. شرایطی هم میدی؟ خریدار اینجا داشت؟ آره دیگه. یه تو نمایش. الو سلام خسته نباشید من مادر امیرعلی اقبالی ام با آقای حدادی کار داشتم دستتون درد نکنه الو سلام آقای حدادی خوب انشالله ببخشید به امیرعلی گفته بودیم با پدرش بیاد مدرسه اما خب اون نمیتونه بیاد نیستش زندانه نمیشه من جاش بیام مدرسه به خود حواسم به درس و مشقش هستش ولی خب قبول دارم که یکم ضعیف شده آخه من خیلی به باباش وابسته است از وقتی که اون رفته زندان اینم پکر شده چشم من فردا صبح به خودش میام مدرسه زنده باشی خداحافظ ماما چرا اینجا نشستی؟ گل پسر کلیدشو گم کرده سلام ماما سلام پسرم حواستو جمع کن دیگه این کلیسا به از سلیقه سرمو پولدار شده بریم چرا این حرف تو خونه پروانه خانم؟ هر چی زنگ بزنیم انگار نیست مام ببخش تو رو خدا مرتعه شد اینا چرا پرچم اینجا میکنی تو؟ لحظه دخترم همینجا میشتر حواظ رو جمع کنی دیگه چرا من کلید گم میکنی آخه؟ حواظ نمیستم بنده خدا پدر شهر توی خونه دق میکنه که چیکار کنم مام؟ ترسم بره بیرون گم و گوش بیچارش حالا دیگه کی پدر شوهر شد؟ دیگه آمد کن کنی مامی تو
نشستی وام میسته دستشوی بریزه. خب تو مدرسه میرفتی دیگه. نرم دستشوی نشتم. بودو درو ببر. سلام آقا جون. سلام دوشنمه غذا میکنم الان براتون چیز گرم میکنم. سلام آقا طبیب. سلام مهری خانم. مهری کیه؟ پدر خدا بیامرز. میگم لیلا جون نکنه چند وقت دیگه منم مسین بشم؟ نه بابا خدا نکنه. پیری هم بد دردیه، دلم براش میسوزه. اومدم عزیزم اومدم. چرا یه فکر برای این در نمی کنه؟ این بچه هر دقیقه این تو گیر می کنه. بیا بیرون عزیزم. آخش راحت چرا مام بزرگ؟ اله قربونت برم. پول می خوای عزیز دلم؟ ای به چشم. امیرعلی چه کارش داری مادر؟ مامان تو رو خدا اینو بدادتش نکنی. همین امروز صبحش پول دادم. کی من پول دادی؟ امروز صبح 100 تومن دادم. آخه 100 تومن چیزی میشه خرید؟ من به 100 تومن بدم میتونی از صبح تا شب بری مدرسه؟ امین علی دارم ازت. مامان جون هم که رسول من سجاد و سنجاد با محمد مهدی جلالی مامانشون بهشون 500 تومن 1000 تومن حتی 2000 تومن هم بهشون میدم. مامان من بهم 100 تومن باشه. خود به یکی مامان بله. نمیشه هر دفعه بیا اینجا کلی خرید کنی ها؟ بسته دیگه. بذار یخچالت همیشه پر باشه تا یکی میاد به چکنم نیفتی دختر. واسه همینه که میرم سر کار، برای اینکه محتاج کسی نباشه. خوشبه خالی بیای پیش من عزیزتری. خوبه خوشبه خالی بیای پیش من عزیزتری. چقدر تو قدی دختر، انگار من غریبم. اگه همون موقع به حرف من گوش میکرد یا میرفتی به سر مساله فروش، حالا این حال روزت نبود. من از زندگیم راضیم. به سر مساله فروش 40 ساله بیسواد بود، فقط پول دار. معامله که نمیخواستم بکنم، یا میخواستم زندگی کنم. همه چی که پول نیست، همه چی که پول نیست مال الان نیست. آقا جون تو لقمه بزن تا غذا آماده شه. فهمیدی؟ اون موقع که به رضا بله گفتم به قیمت گوشت و مرغ و برنجش فکر نکردم، به قیمت مهر و محبتش فکر کردم. به قیمت مهر و محبت یه چیزایی میگی که آدم کفش در میاد. برش کنم خودم میشونمشون. لازم نکرده. منم فروغ جون. از آقا مجید خبری نشد؟ نه نه لیلا جون بی خبرم. دست درد نکنم نسرین جون. خواهش مرسی. سری برنجا کم کنم. به خدا هر بار که میای اینجا میری از خجالت میمیرم زنده میشم. وظیفه منه بیام به تو سر بزنم. طلبکار مثل شما ندیده بودم. رضا که از تو طلب نداره، از مجید داره. حساب اون از ما سباز. دیشب به جای جره عقب افتاده فرش زیر پامو فروختم، پولشو دادم به صاحب خونه. شدیم چوپون دروغو. خب حق داره. زندگی همینه دیگه، یه وقتی این شکلی میشه.
که فقط این شکلش رو دیدیم. دلم خوش بود مجید اتوبوس میگیره از این آلاخون والاخونی در میاییم. فروغ جون، نکنه برش یه اتفاقی افتاده. خدا نکنه. میگن رفته ترکیه. اصلا میدونی چیه؟ ما سه تا خواهریم، هیچ کدوم از شوهر شانس نبردیم. نه بابا اینجوری نگو. آقا مجید دوست بچگی رضاست، اونو با همدیگه بزرگ شدن. اگر ریگی به کفشش داشت که رضا زامنش نمیشد. چایی تو بخور. این آخری ها بد جور پیله کرده بود بره خارج کار کنه. من روی خوش نشون ندادم، اون هم دیگه حرفشو ننداخت. شاید هم رفته اون بر کار کنه. یعنی خواسته بی خبر بره شما رو تو عمل انجام شده بذاره؟ شاید. به خدا اینقدر فکر کردم دیگه مغزم کار نمی کنه. امیرعلی عوض شده، از نمرات خوبش خبری نیست، بازی گوش و حرف گوش نکن شده. چند بار بهش گفتن که به پدرش بگه بیاد مدرسه، اما هر بار بهونه ای آورده، تا اینکه شما گفتین زندونم.
من خودم شاغلم، ولی واسه امیرعلی کم نذاشتم. چون یه دونه بچه‌م هست، همه حواسم بهشه. میدونم. هیچ پدر مادری برای بچه‌اش کم نمیذاره. مشکل اینه که ما نمیدونیم چجوری محبت کنیم. محبت کردن فقط پول تو جیبی دادن، لباس خریدن، پفک و بستنی خریدن نیست. بچه‌ای که تو این سن اینجوری میشه، یعنی زنگ خطر. اگه شما صدای این زنگو نشنوید، بعدها دچار مشکلات بیشتری میشید. سلام آقای صمدی، خوبین انشاءالله؟ ای بابا، هیدم به دقیقه پانم شو بیا خواهر من، اینجا محل کسب و کارمه. اینجا نیام کجا بره؟ من چه بدونم، برو دنبال زندگی. زندگی من پشت میله‌های زندانه. مگه نمیگید خواهر من؟ بیا اینو در حق من برادری کنید، بذاری بیاد بیرون. بیاد بیرون واسه من پول میشه؟ دست به دست همینو قسطی طلبتون رو میدی. قسطی؟ اون کیف منو بردار بیار. خواهر من بشینم برات حساب کتاب کنم، با اسکانتش بیشتر از 24-5 میلیون بدهکاری میخوای قسطی بدی؟ ماهی 50,000 تومن، فوقش بتونی 100,000 تومن بدی. به درد من نمیخوره. چی شد این کیف؟ شما که ماشاءالله از مال دنیا کم ندارید، واقعا لنگ این پولی؟ نه نیستم، مالمه، زحمت کشیدم، پولمو میخوام. آره خب، هرچی غنی‌تر محتاج‌تر. محتاج شما یا من؟ هر کس پولشو بخواد محتاجه؟ دست بردار خانوم. باش آقای صمدی، ما هم خدایی داریم. پس برید از همون خداتون میخواد. چرا به بندش رو میزنی؟ خوش اومدی خانوم. سلام عباس. سلام لیلا خانم، خوبی؟ ممنون، شما خوبین؟ خیلی ممنون، مرسی. خانمتون چطوره؟ سلام دارم خدمتتون. سلام برسونی. راست لیلا خانم، از آقا رضا چه خبر؟ بنده خدام بد نیست. ان شاءالله مشکلشون حل میشه. ممنونم. این پولو بده به مادرت، اصلا من عذرخواهی کن کردی. باشه، قابل نداره. دست شما درد نکنه. راست لیلا خانم، امروز تو خونه ما نشسته بودیم، دیدم یکی محکم انگار با مشت و لگد میزنه به این در خونه ما. بلند شدم اومدم درو باز کردم، دیدم از خونه ما نیستش. بعد اومدم جلوتر، دیدم یکی محکم تق 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 داره میزنه به این در خونه خودتون. بعد با نشتم هم میگفتش که بنده خدا میگفت در دستشویی رو باز کن، در دفعه فهمیدم دوباره بنده خدا در در. بله ماما. چی داری تعریف میکنی؟ یه چی دارم قضیه زور رو میگم. ول کن یه حرف رو ماما، ول کن. ماما اینو لیلا خانم دادم. ای بابا. با اجازه لیلا خانم. قربان شما.
عجله داشتی؟ به اندازه کافی دیر شد. وا خاک به سرم، خودت صابخونه ای، تو رو خدا این حرفا رو نزن، بذار پیشت باشه بعدا ازت میگیرم. به خدا لازم ندارم، تازه حقوقمو گرفتم. مدیونی اگه دروغ بگی، خلاصه تعارف باهات نمیکنم. من که با شما تعارف ندارم، نداشته باشم میگم ندارم. دست شما درد نکنه با اجازهتون. بیا شام پیش ما. دستتون درد نکنه. بیا دیگه، ما چه تعارف میکنیم، ما هم تنهایی. زنده باشی، برم یه شامی هم درست کنم با اجازهت. خداحافظ. خدا به همراهت. امین جان دستو نما اینجا کثیفه. ماما عیبی نداره، میشونم بابا. بابا 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 دیدی بابا بود داغه پولیسی چی گفت الان میام. سلام. سلام. آخه آره نفسم خانم دلم تنگ شده بود. آخه درسته شما میخونی امیر علی؟ آره بابا حواشی شدم بیست شقه یه املا شدم چون آفرین اونجوری درس میخونه بچه هم حواسش پر شده بود. آره چه خبر؟ شما چه خبر خوبی؟ بابا چون گر بوده امیر علی؟ بابا خیلی چی کاراش چیه تو میکنی؟ بابا ببین همیشه تو خونه دعوا میکنه وقتی شما نیستی. من تو جواب کردم دیروز سیروز امروز. امیر علی جونم قربونت برم بسیتون برم. آمانتون هم خوبه؟ آره خوبه. بابا پسر شریفی اینا محمد ایجا میگه هرکی آدم با کشه میره زنده. امیر علی من به من چه خود میگیره پول مول چه کار میکنی؟ لیلا اوزا چوره؟ همیشه خوبه؟ همیشه خوبه؟ شرمنده به خدا میرم بیرون جبه هم میکنم. بابا یه روزم افتیم چه سمدی؟ اگه من صد بار به تو نگفتم بری پیشه چرا هفت گوش نمیدی تو؟ آره بابا بابا نه روش بیا بشه امیر جاده اینو کمه حرف بزنیم نمیش کن بکرم باشه چش آخه مگه اون دل داره که به رحم بیاد یا نیاد؟ عزیزم پا نمیشی؟ پاشو دیگه برات غذا آوردن غذا بخور پاشو تیغم میخوابی؟ آقا جون رضا بهتون خیلی سلام رسون. رضا کیه؟ رضا پسرتون بابای امیرعلی. فرخونده بگو به اونا قضا بدن دیگه گناه دارن. مگه نمیگین گناه دارن؟ پس چرا تو دستتو نگهش داشتی؟ کجا تو دستمه؟ آقا جون اونها چرا دروغ میگی؟ گرست نشه فرخونده گفته به اینا قضا بدن. قضا تو بخور بعد هر چی غم میخوای بخور. خب پسر خوبی هم باش بیا قضا بخور بعد بگی بخور. اوی که قربونش برم. سلام. خسته نباشی. ببخشید لیلا زاهدی کجا هستن؟ بالا هستن این پلا بریم بالا. خب. یه در آلمیونی هست اونجا هستن. دست شما درد نکنه خیلی ممنونم. لیلا جان سلام حالت خوبه؟ کجایی تو دختر؟ چطوری؟ چی شده پروانه خانم؟ یه آقایی به اسم صمدی بلند شده بود اومده بود دم در خونه باهات کار داشت. منم بیمارستان گرفتم اشغال بود. وقتی هم گوشی رو برمی‌داشتن میگفتن اینجایی اونجایی بالاخره بلند شد. چی کار داشت؟ صمدی میگفت یکی پیدا شده بدهی شوهرت داده پرده پس فرداست که بیاد. لطفاً بشه. خودش اگه درست میگه. ایوه.
به تبریک میگم. خیلی قربونت برم. الو، من سیامک هستم. الو آقا، باید بابا اگه خونه این گوشی رو برداریم. الو خانم تابا، اگه خونه این گوشی رو برداریم. ببین من کار واجب دارم. اما در بله. چرا گوشی رو جواب نمیدی؟ حرفتو بزن، چی کار داری؟ یه جراح خوب برای ساعت پیدا کردم تو آلمان، باید ببرمش. ساعت با عمل جراحی خوب نمیشه، اینو قبلا هم صد بار بهت گفتم. پس بفهمیم با چی خوب میشه؟ با همون چیزایی که تو بهش اعتقاد نداری، دعا و توسل. دعا و توسل چیه آفا؟ از تو که تحصیل کرده و امروزی بعیده. آها، پس یعنی امروزی ها و تحصیل کرده ها باید بی دینایمون باشن دیگه. آره خانم دکتر، باز پرد شدیم تو همون دعوای بی نتیجه همیشگی. بعد میام شناسم هاشم آماده کنم، بخوام کار رفتنش اوکی کنم. تو نمیای. میام، حتی واسه دیدنش میام. خوبم میام. تو راجب من چی خیال کردی ها؟ راجب تو میخوای تنو جگر گوشم و به بهانه عمل و معالجه ببری اون بر؟ آره؟ آره ساید علای دندونت میشم بیرون. اون پیش تو فقط یه خشک مقدس و امول میشه مثل خودت. عجب، اولا که خشک مقدس و امول نمیشه، مایه افتخار تو و مملکتش میشه. دوما اگه خشک مقدس و امولم بشه، خیلی بهتر از اونی که یه آدم دائم الخمر، یه آدم بیدین ایمان بشه. جلون بچه دارین صحبت می‌کنی. یه بیشخصیت مثل تو واسه بلجن کشیدن یه دنیا کافیه. اولا فهمیدی؟ بیشخصیت خودت یه جد آباده. دوما ببین یه کاری میکنم آفا. ببین جواب اولن تو بگیر تا دوما. اینقدر واسه من اولا دوما نکن. اگه تو شخصیت داشتی، قانون حضانت این بچه رو به تو میداد نه به من. شخصیت تویی. از این به بعدم اگه تلفن بکنی پای پلیس رو میکشم وسط. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ من میترسم. بابا از موقعی که ازت جدا شدم تازه آرامش اومد سراغم. ولم کن. من نمیدونم تو به چی اعتقاد داری، فقط ولمون کن برو پی زندگیت. میفهمی؟ ساید جان عزیزم، برات شیر آوردم، زود بخور سرد نشه. ممنون. داروهاتو خوردی؟ بابا چی گفت؟ چیزی نباید بدونم؟ باش. دندون فلسفه خونی در وردی داری کتابای فلسفه میخونی؟ نه ولی در میارم، لحظام داره میخوره. سقراط به جوانم میگه زن بگیرید، اگه زنتون خوب باشه خوشبخت میشه، اگه نه مثل من فیلسوف میشه.
یعنی اگه تو هم فیلسوف شی زن خوب قسمتت نمیشه؟ احتمالا. همیشه از خدا خواستم یه دختر خوب نصیبت بشه. منم همیشه ازتون ممنونم. ماما جونم، به نظر شما واسه دانشگاه رشته فلسفه رو انتخاب کنم؟ وقتی تازه به دنیا اومده بودی من و پدرت راجب آینده تایی با هم شوخی میکرد. من بهت میگفتم دکتر کوچولو، بابات بهت میگفت مهندس کوچولو. اون دلش نمیخواست تو دکتر شی، میگفت دکترها به خاطر شغلشون آدم های بی احساس و سنگدلی میشن. اون که اینجوری فکر میکرد چرا با شما ازدواج کرد؟ اون هیچ وقت نتونست با کار من کنار بیاد. من فکر میکنم مهم نیست که چه رشته ای رو انتخاب کنی یا چه کاره بشی، مهم اینه که خودت باشی، یعنی سعی کنی تو زندگی خودت باشی. چجوری میتونم خودم باشم؟ همیشه چشمه خودجوش باشی، کارایی رو انجام بدی که قلبن دوست داری و بهش اعتقاد داری. به قول یه عزیزی که میگفت به فرض شدی سعدی، بازم میشی وجود مکرر. عزیزم بین مهره 4-5 کمرت فاصله افتاده، من برای 10 جلسه فیزیوتراپی می نویسم، انشالله که خوب میشی. انشالله اگه بهتر نشده دیگه باید عمل کنی. خانم دکتر من از عمل خیلی می ترسم. چرا ترس نداره؟ مادر منم مثل شماست، اونم قراره ماه دیگه عمل بشه. فقط چند تا چیزو باید ملاحظه بکنی. وقتی از رخت خواب میخوای پاشی خیلی آروم به پهلوی چپ یا راست بلند میشی، بیشتر از وزن 5 کیلو بلند نمیکنی، آروم راه میری، زیادی از حد راه نمیری یا سرپا زیاد وای نمیسی، زیادم نمیشینی. همین. خانم دکتر این کارا رو تا کی باید انجام بدم؟ دیگه باید مراعات کنی دیگه، برای همیشه. شاید این مراعات بکنی انشالله اصلا احتیاج به عملم نباشه. خدا دفتر بیمه تو بده، مثلا یادم نبود برشتم تو این نوشتم، دفتر تو بده. من بیمه نیستم خانم دکتر. چرا من بیمت نکردم؟ من کسی ندارم خانم دکتر. خب اشکال نداره، عوضش خدا رو داری. الان یه نامه برای آقای کمالی می نویسم، مسئول فیزیوتراپی. بهش میدی، خودش ترتیب کار رو. خانم دکتر اگه این نامه رو ببرم دیگه از من پول نمیگیرن؟ بله. گوشی چه رئیسم ولی کمتر. بله. خیلی ممنون، خیر ببینی خانم دکتر. آخری مریضم الو میم. الو سلام، خسته نباشید. من مادر امیرعلی اقبالی هم با آقای حدادی کار داشتم. دستتون درد نکنه. الو سلام آقای حدادی، خوبه انشالله؟ ببخشید به امیرعلی گفته بودیم با پدرش بیاد مدرسه، اما خب اون نمیتونه بیاد، نیستش. آخه
زندانه. تو رو خود کسی از معلم ها نفهمه ها. نمیشه من جاش بیام مدرسه. به خدا حواسم به درس و مشقش هست، ولی خب قبول دارم که درسش ضعیف شده. آخه اون خیلی به باباش وابسته است. از وقتی که رفته زندان اونم پکر شده. بله چشم، من فردا به خودش میام مدرسه. زنده باشی، خداحافظ. سلام خانم. ببخشید خانم زاهدی تو این ساختمون تشریف دارن؟ زنگ دو. میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بله چی؟ یه کار کوچولو باهاتون داشتم. الو صاحب، قربونت برم، تو هم جواب آباتو نمیدی؟ باش.
سلام آقا، خسته نباشی. اشتراک 315 هستم، ماشین هست خدمتون؟ کی میاد؟ نه دیگه دیر میشه. ممنونم، خدا حافظ. اینم ماشین نداره. میریم بیرون درمست میگیریم. مامانم ماسک تو بزن. ببخشید خانم. ببخشید، شما مال همین ساختمون این پلاک 36؟ بله، با کی کار داری؟ من با خانم تابان، آفاق تابان کار داشتم. خودم هستم. اینو رضا رضا اقبالی داده بدم به شما. این چیه؟ پوله. اونی که ضامنش شده بود اومده پولو پس آورده. لطفاً برش گردون. آخه چرا؟ یادم نمیاد هدیه رو پس گرفته باشم. آقای صمدی قول داده بودن که رازدار باشن، چی شد؟ شما ساده بودین که حرف اونو باور کردین. بگیرین این پاکت رو ما بریم. گفتم برش گردین. خانم، من رضام. رضا اقبالی خودمم. میدونم. اون کسی که ضمانتشو کرده بودم برگشت. به شما رضایتمو گرفتین. اونم بدهیشو پس داد. گفت یه بنده خدای دیگه با این پول خلاص میشه. اصلا نمیخواستم اینطوری بشه. شما دلتون نمیخواست کسی بفهمه، ولی بالاخره ما فهمیدیم. خدا بیشتر بهتون بده. دیگه نمیدونم چی باید بگم. بفهمی. ببخشید فضولیه، جایی دارین تشریف میبرین؟ بله. اما وقت وسیله دارین؟ نه متاسفانه. خب بیاین من میرسونمتون. بفرمی. نه مزاحم شما نمیشیم، ممنون. آقا چه مزاحمتی؟ کرایش رو میگیریم. دادش من چرا نمیشه؟ کرده تماس. سیدیه رو اشتباهی ندیدی؟ حسین همینه. میدونی یکم دل آدم میگیره. باز میشه. شاید از صدای بالیش خوشم داره. صدا؟ نه صداش که خوبه، خوب میخونه. چه فایده که دیگه نمیتونه بخونه. صدای پسرم. بابا باریکلا عجب صدای قشنگی داری. آف جدی خود وقتی قرآن تلاوت میشه باید سکوت کرد. چشم ای که دلم روز و شب در حرمت پر زنم با پر بگیرم. خواهش میکنم. ممنون. خانه تو در زمن بده تو راهم یار زمن.
جان روی تو ماه یا رضا جان همه پناه هم یا رضا جان هر دل من کن نظر ای گل زهرا ترس نداره که قربونه برم این حرفو چه میزنی؟ این همه آدم دارن عمل میکنن فلج میشی یعنی چی این حرفو کدومه قربونت برم؟ حساس شدی یا؟ اونم خوبه، سایدم خوبه، سلام میرسون چشم، ساید جا مامان بزرگ سلام میرسون مادر جون فعلا خدافز، خدافز چی شد؟ ای بابا چیزی نیست بکنم یکی الاسکا پنچر شد آه این ماشین رو دیدین؟ نه 120 میلیون پولش بود بابا یکی از بچه های کلاسمون داره بود ببخشید خانم فضولی شما دکتری؟ با اجازت این بابای ما آلزایمر داره یعنی همه چی یادش میده یه چند بار هم یه چند جا بردیمش فایده نداشته جواب نمیده چیکارش جواب بکنی؟ باید کندور بخوره چی بخوره؟ کندور یه شیره گیاهیه همیشه مثل قرص خورد هم مثل آدامس شوید بدمزه نیست بخشی شما هم دکتر اینا برو بشین تو ماشین سرمو میخور نمیخور برو بهت میگم حرف گوش کن ای برو بشین اوضای سینه پسرتون خرابا شما که ماشالله مادر و پسر جفتتون دکتری چرا فکر بسته او درمونش نمی کنی ساید من کارش از دارو گذشته سرطان حنجره داره تو رو قرآن خدا شفاش بده ممنون شما چرا زیارت نیومدی؟ لج کردم یعنی بچه ها قهر کردم چرا؟ چرا؟ همین پسر شما این قشنگی قرآن میخونه اون وقت باید سرطان بگیره اونم سرطان انجره خود من خانم دکتر همش یه کارایی کردم که خدا رو خوش بیاد راه راست گرفتیم رفتیم ولی نمیبینه ما رو جواب نمیده چرا میبینه جوابم میده ولی به موقعش به وقتش به نظر نمیاد اهل صبر نباشی چرا نمیاد چون ضمانت کردی ضامن که عجول نمیشه و
بفرم خانم دکتر. آخه دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشید. اگه میشه آب پرتقالو بدیم به صاحب، این براش خوبه. باش آب انار واسه من خوبه، جلزت خونم زیاده، تازه خونم اونم کثیفه. آخه اختیار داریم، این حرفا چیه؟ بفرم آسای، با شما آب پرتقال گرفتم، واسه خیلی خوبه. برای چی خوبه؟ کلک خوبه دیگه. شما واسه خودی که دکتری ها. بفرم. یه چیزی میخواستم ازت بپرسم، واقعیتش روم نمیشه، نمیدونم بگم نگم. باید باشین بپرسیم. بلش کن فضولیه نماشه. مادرم چیزی به شما گفته؟ نه با چی باید مادرتون چیزی گفته باشه؟ سوالتون راجعه مریضی نه؟ آره بپرسیم. خودم کنچکاف شدم. ببین یه چیزی رفته تو مخم، الانم سوال شده، تو که به این خوشگلی قرآن میخونی با این صدای قشنگت، باز چی باید یه همچین مریضی بگیری؟ این چه حکمتیه؟ کجاش انصافه؟ ها؟ خود وقتی یه چیزی رو میده رحمته، وقتی یه چیزی رو میگیره و بهت نمیده حکمته. آقا رضا، بعضی وقت ما نمیتونیم حکمتش رو زود بفهمیم، زمان باید بهش بخوره. بعضی وقتا زمان هم بهش میخوره ولی بازم نمیفهم. چه شد خوبه؟ همیشه نباید از بالا به پایین نگاه کرد، همیشه هم از بالا به پایین نیباره، از پایین هم میره بالا، اعمال ما میره بالا، باستابش میباره رو آدم، ببخشش تو این دنیا، ببخشش هم تو اون دنیا. یعنی هر که در این بزم مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند. چی علی؟ یعنی خدا هر که بیشتر دوست داره بیشتر گرفتارش میکنه. برای چی آخه؟ میخواد بسازدش. خدا از بندش توقع داره، دوست نداره بنده محبوبش خطا کارشه. یعنی میخوای بگی تو خطایی ازت سر زده؟ ما که بنده محبوبش نیستیم، ولی کاش که باشیم. بشر هم که بدون خطا نمیشه، همه خطا کاری. آقا رضا ما خیلی بی انصافی، وقتی کارمون خوب پیش میره میزنیم به پای خودم، ولی وقتی بد پیش میره میزنیم به حساب اون بالاییه. میدونی دار مکافات چیه؟ بهش اعتقاد داری؟ Thank you.